سرخط خبرها و مهمترین ها. پاکستان در دو روز گذشته بیش از 800 پناهجوی افغان را اخراج کرده است. رویدادهای طبیعی در هلمند جان 9 تن را گرفت. طالبان انفجار امشب در کابل جان 1 تن را گرفت و 3 زخمی بر جا گذاشت. و همچنان در پایان، طالبان تاریخ پایان حکمرانیشان بر افغانستان خودشان را رقم زدن. مشروع خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که در دو روز گذشته پلیس پاکستان 837 پناهجوی افغان را از این کشور اخراج کرده است. این وزارت روز شنبه یک سر با نشر بیانیه در صفحه اجتماعی ایکس نگاشته است که این شمار از پناهجویان از گذرگاه تورخم و اسپین بولک قندهار وارد کشور شدند. بر اساس بیانیه، این پناهجویان در روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31 عمل به افغانستان برگشتند. گفتنی است که دولت پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را در 27 ماه حمل آغاز کرده است. در مرحله نخست اخراج پناهجویان از پاکستان حدود 550,000 پناهجوی افغان به کشور برگشته بودند. پلیس پاکستان شمار زیادی از این پناهجویان را به گونه اجباری اخراج کرده بود. طالبان و نهادهای بین‌المللی بارها از دولت پاکستان خواستند تا اخراج پناهجویان افغان از این کشور را متوقف کند. بر بنیاد اطلاعات، در مرحله دوم اخراج پناهجویان از پاکستان دست کم 400,000 پناهجوی افغان از این کشور اخراج خواهند شد. این در حالی است که چند روز پیش نیز رسانه‌های پاکستانی از اخراج بیش از 8,500 پناهجوی افغان از این کشور خبر داده بودند. رویدادهای طبیعی در هلمند جان 9 تن را گرفت. مقام‌های محلی طالبان در هلمند می‌گویند که سیلاب و فرو ریختن سقف خانه‌ها در این ولایت جان 9 تن را گرفته و 4 زخمی بر جا گذاشته است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند روز شنبه یک سر می‌گوید که سیلاب جان 7 عضو یک خانواده را در ولسوالی کجکین ولایت گرفته است. با گفته این ریاست، فرو ریختن سقف یک خانه نیز در منطقه قاضی خیل این ولسوالی 3 تن را زخمی کرده است. در همین حال این ریاست افزوده که در روسای تاجکان ولسوالی گرش کلمن نیز در اثر فرو ریختن سقف یک خانه 2 تن جان باختند و 1 تن دیگر زخمی شده است. طالبان انفجار امشب در کابل جان 1 تن را گرفت و 3 زخمی بر جای گذاشت. فرماندهی امنیت طالبان در کابل اعلام کرده است در اثر انفجار در این شهر 1 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل گفته است که این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جاسوسی شده در موتر مسافربری شهری نو مرسدس بوده که در منطقه کوتی سنگی از مربوطات حوزه سیم امنیتی شهر کابل رخ داده است. با گفته وی، بر پایه معلومات ابتدایی راننده این موتر کشته شده و 3 غیر نظامی نیز زخم برداشته است. کمک به مجاهدین، بهانه فرماندهان طالبان برای اخاذی از مردم و سازمانهای امدادی. مسئولان سازمان‌های غیر دولتی، بازرگانان و ساکنان شمار شهرهای افغانستان می‌گویند فرماندهان طالبان به بهانه‌های مختلف از آنان اخاذی می‌کنند و به دلیل نفوذ این فرماندهان در رده‌های مختلف رژیم کس جرأت اعتراض ندارد. به تازگی گروهی از ساکنان ولسوالی روی دعاب ولایت سمنگان در شمال افغانستان پس از آغازی طولانی مدت یک مقام محلی طالبان برگه‌های شکایتشان را به ولی طالبان دادند. در نامه‌های مردم معترض که یک نسخه آن در اختیار اندیپندنت فارسی گذاشته شده است آمده است که مولای مخدوم نبی الله حلیمی معاون امور امانگی و فرماندهی پلیس سمنگان به بهانه‌های مختلف از جمله ساختن مدرسه دینی و مسجد و کمک به مجاهدین از مردم، سازمان‌های غیر دولتی و بازرگانان اخاذی می‌کند. در یکی از نامه‌ها آمده است مخدوم نبی الله از ابتدای حاکمیت امارت اسلامی از اجنه و ظلم و اخاذی و باجگیری دریغ نکرده است. این مقام محلی طالبان همچنین به واسطه پروژه‌های توسعه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در ولسوالی روی دعا و اخاذی می‌کند و با توجه به هزینه پروژه‌ها از مسئولان آن پول نقد می‌گیرد. دادگاه نظامی طالبان در شمال پرونده شکایت از مخدوم نبی الله را دریافت کرده است و به ساکنان ولسوالی روی دعا وعده رسیدگی به این پرونده را داده است. با این حال منابعی که پیگیر این پرونده اند گفتند با وجود ارائه اسناد و شواهد به فرماندهی پلیس طالبان، مخدوم نبی الله همچنان به کارش در این فرماندهی ادامه می‌دهد و برای پاسخگو ساختن او اقدام نشده است. یکی از ساکنان سمنگان با شرط محفوظ ماندن نامش گفت برخی از فرماندهان طالبان در مناطق تحت نفوذ خود حتی برای برآورده کردن نیازهای روزمره زندگیشان از مردم بهره میگیرند. یکی از این منابع گفت منبع درآمد این افراد یعنی فرماندهان طالبان
اخاذی از مردم است. بنا مدرسه، مسجد و کمک به مجاهدین از مردم پول میگیرند. مردم یک بار به رژیم طالبان مالیات میپردازند و یک بار به فرماندهان طالبان. کسی هم حق اعتراض ندارد چون از طالبان میترسند. در همین حال مسئولان دو سازمان غیر دولتی در شهرهای مزار شریف و شبرغان گفتند از زمان بازگشت طالبان به قدرت مسئولان محلی این گروه به واسطه پروژه های توسعه و امدادی اخاذی میکنند. یکی از این منابع گفت عبدالشکور جواد رئیس اداره اقتصاد طالبان در بلخ که مسئولیت نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را دارد از مسئولان این سازمان‌ها به بهانه‌های مختلف اخاذی می‌کند. این منبع افزود که عبدالشکور جواد علاوه بر پول نقد حتی مواد غذایی میوه و سوخت را به عنوان رشوه قبول می‌کند. پیش از این شمار از بازرگانان نیز از اخاذی طالبان به بهانه‌های مختلف از جمله به بهانه کمک به مجاهدین شکایت کرده است. در ماه‌های نخست سلطه طالبان این شکایت‌ها از طریق برگزاری تجمع اعتراضی مصاحبه تصویری با رسانه‌ها و انتشار نامه در رسانه‌های اجتماعی بازتاب می‌یافت، اما به دلیل سرکوب افراد معترض دیگر کسی جرأت اعتراض علنی ندارد. افغانستان زیر سلطه طالبان در رده‌بندی شاخص فاسد دولت‌ها که اواخر جنوری امسال منتشر شد 12 پلاس سقوط کرد و در جایگاه 162 و هم رده با کشورهای میانمار، چاد و کنگو، سودان و جنوبی قرار گرفت. دولت پیشین افغانستان که در گسترش فساد اداری شوره بود نتوانست رضایت ناظران بین‌المللی را در زمینه مبارزه با فساد به دست آورد. بسیار از کارشناسان معتقدند که به ثبات نرسیدن دولت پیشین افغانستان و همچنین فروپاشی سریع آن در آستانه خروج آمریکا و پیشروی طالبان به سوی شهرها در نتیجه فساد گسترده و متحد نبودن مسئولان ارشد دولتی به دفاع از دولت صورت گرفته است. رهبران طالبان نیز از زمان بازگشت به قدرت همواره از دولت پیشین افغانستان به ایوان یکی از فاسدترین دولت‌ها یاد می‌کنند و مدعی‌اند که در حاکمیت آنان فساد به صفر رسیده است. روند سبز برابری امرالله صالح در یک ماه اخیر چندین سند از نهادهای امنیتی طالبان منتشر کرد که در آخرین مورد آن یعنی روز جمعه بود. در این گزارش آمده بود که در وزارت دفاع طالبان لشکر از افراد خیالی وجود دارد که مسئولان این وزارتخانه و فرماندهان ارشد طالبان به نام‌های حقوق مایانه دریافت می‌کنند. روند سبز مدعی شد که از 170 نفر در ارتش طالبان حدود 70 نفر آنها واقعی‌اند و بقیه افراد حضوری فیزیکی ندارند. در گزارش روند سبز آمده است برای شمار از افراد مسلح بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای امتیاز پرداخت می شود در حالی که در دهکده و خانه هایشان حضور دارند. این رفتار به خصوص در شمال افغانستان جایی که حمایت اجتماعی از طالبان وجود ندارد بیشتر رایج است. روند سبز همچنین افزود که فساد گسترده در بخش توزیع امتیاز به واحدهای نظامی طالبان وجود دارد و فرماندهانی که 100 سرباز دارند امتیاز 300 سرباز را دریافت میکنند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.